سلام برعکس یوتیوب. آقا اگه اپیزود قبلی رو ندیدین حتما نگاه کنیم. با الناز رفتیم یک کثافت کاری کردیم تو توچال که نمیدونی، و چقدر این رستوران توچال عالی و اصلا بس. فکر کنم رفتیم تو با خنده ما رو پذیرفت، بعد فهمید ما دوربین داریم. من گفتم صدای موزیک رو کم کنیم واسه همون کپی رایت نمیخوره، موزیک رو کم کرد. بعد غذامون هم به همون داد، بعد ما چون گوسفند بودیم به حرف کیا گوش ندادیم. به حرف کیا گوش ندادیم، چیزای دیگه سفارش دادیم. شماره 6 حکیم تو توچا، فقط بگی شماره 6 اگه مشکلش به من شماره حساب بده من پولشو پس میدم. آره پرنس آف پرژیا. ببین نمیشو بعد خانم دید ما مثلا همه تو کفمونیم، دو تا دیگه درست کرد داد دست من و الناز. بعد ببین چون من بهش گفتم من این گنده رو به شما نمیدم، شرمنده دیگه مجبور شدن. ولی خانم خودش ما شرمنده که به حرفتو گوش ندیم. بعد آخرش هم از همون پول نگرفت. این دیگه من نمیفهمم کجامون بود، یعنی مرام توچال، مرام توچال. من نایده بودم. لطفا 10 ثانیه سکوت. لوکیشن جدیدم زدن داندست، بچه‌ها برین ساپورت کنین. خب آره داون تاون تورنتو. خب حالا اونجا هی میگفتی برای ترینینگ و این حرفا، بعد کیا میگفتش که اشکال نداره و اوکی. نه کیا هم گوش اشکال داره بسته. ولی حالا خودش داشت چیزی میگفت، حواسش نبود به اشکالات. اتفاقا حواسم بهش بود چون یه پرفورمنس داره ساتردی دیگه، باید حواسمون باشه مثلا تا چه حد چیت میکنه میدونی؟ زیادی هم شیطونی کنه. من با خیال راحت میزنم، من هیچ کامپیتیشنی ندارم تا جایی که یادمه. خب بعد شما یه تصمیم گرفتی الناز رو ترین بکنی و چند ما گوشی پشتش و الناز برنده شد تو مسابقه، درست میگم؟ آره دمش گرم. اول شد تو دو تا کاتگوری، یک کاتگوری دیگه هم سیلور گرفت و پرو کاردش رو گرفت. از همه چی مهمتر این که پرو کارد رو زد تو گوشش با اولین کامپتیشن. این مسئله خیلی بزرگه. کسایی که تو فیتنس کامپتیشن معمولا سالها ترین میکنن، مثلا 3-4 سال بازم پرو کارد یارو نداره. این که دفعه اول گرفت خیلی مسئله بزرگی بود، خدا رو شکر. ولی خودش انقدر پشت کار داره. آقای آقا به نفعت مازاراتی نگاه کن. ووه مازاراتی پینک عجب خوشگله. اینو میشه به بچه‌ها نشون داد؟ آره لطفاً بده من نشون بدم این رخ کارو بچه‌ها. پینک مازراتی الان میم نزدیکتر، اصلا باید اینجوری نمیشه. آره نشون خیلی خوشه. انگار مامانش صورتی بوده باباش بمر. آفرین. آره صورتی خیلی ملوییه. یاسیه من دارم نمیاد ماشم اون رنگی کنم، ولی رنگ براق رپ نیستش یا رپه. به این میگن صورتی ملوس. نگاه کن چقدر خوشگله. مازراتی این رنگی دیده بودیم بچه ها، ولی کلا هر کی مازراتی داره آدم آشغالیه. من اینو از تجربه میگم. من برای همین ندارم همیشه دلم میخواد آشغال نباشه. من خب ماشین خودم دقیقا همین ماشینه، آیدنتیکاله، فقط من آبیه فقط. nice. برای همین گفتم از تجربه میگم. برعکسی که من فکر کنم واسه اینکه رنت کرده بودین میگی. نه اصل ماشین رو رنت کردیم. آها اوکی گاتچا. اصل جنس توی ونکوور. ما اومدیم ونکوور دیگه، یعنی با این بریم دور بزنیم. آره دیگه زنگ زدم میام در فرودگاه میام دستتو. فقط باید اجازه بدی یه بوس از دودتو بفرم. نکن. امروز داشتم به الناز هم میگفتم مثلا من تمام به بچه های معروف رو به دولشون دست دادم. سوتون من نکن این کار رو به قول سفه. میدونی خوش چیه؟ یعنی یه کاری که هم غیرعادیه هم هیچکی نمیخواد تو رو بیت کنه. یعنی یارو میگه که اصلا کجا شروع کنم، بعد فکر کنم همه آخه اصلا یعنی چی؟ اصلا هیچکی نمیخواد کلا این کار رو بندازه. نداداش فلانی رو من دست دادم تو نزدی. تو رو زر بزنیم بپرسیم. یادت بوده همیشه یا اونجا یادت افتاده؟ نه همیشه، اصلا چند سال پیشون تصمیم گرفتم چون خیلی پسر حساسن وقتی به دولش دست میزنی وقتی پسر باشی خیلی حساسن. من همیشه اصلا عجیب بود که چرا اینقدر پسر حساسن و با این موضوع بازی میکردم چون خنده‌دار بود برام. خودت داری حساس نه اصلا. و یه چیز دیگه که خیلی جالبه
تشویقم میکردم اینسنتیو همه چی شنو اینسنتیوی دقیقا نمیزنم به تو روحت اینسنتیو خوبی بود دیگه که بشنو کنی داستش اینه که من تو ایران خب مدرسه ها همین داستان الناز یه خورده متفاوتش چون مدرسه ها همش پسرونه است دختری نیست رو برد ما خب اونم 12-13 سالمون بود دستمون به دختر نمیرسید ولی آماده بودیم دیگه من دست به چیز شدم با بچه های پسر دودول بازی نه دیگه با بچه های پسر دودول بازی 7 سالگی شروع کردم با بچه پسر دیگه سنگی بعد یه انرژی هم دارم فکر میکنم برای خودم اوکیه میگم پسر 12 ساله از پشت با دختر 12 ساله هیچ فرقی نداره من... پس من که فرقی نداره چی کدوم کدوم باشه من احساس بایم جمع دست اوبر الان پیاداشی میشه تو اون ماشینه مستقیم خب آقا من از امروز میخواستم الان بعد از اینکه یه خورده خندیدیم می‌خواستم راجع به چی صحبت کنم راجع به وزن و لاغری و چون تو که کسی هستی که مثلا الناز میاد بهت میگه که من میکرد چیزی که دوست دارم تو برنامه اتفاق بیفته اینه و تو اونو واسش هپن می‌کنی خیلی کار سختیه و فلان و بساط قابل بعد تو منو که دیدی گفتی سوال من میتونم کمکت کنم میتونم یه پروگرام بهت بدم فلان و این حرفا من می‌خوام بدم مثلا یه آدمی که می‌بینی مثلا من پروگرامی که میره تو مغزت چیه یعنی یه نفر از تو چجوری می‌تونه کمک بکنه الان پروگرامو به من بگو یه جوری که منو آگاه کنی از این گوسفندی که هستن شما بنا بیالا نسبه ببین گوسفند اصلا ببین شما که خیلی گلی خودت ولی اصلا کلن من اولین چیزی که از هر کی میپرسم گوسفندم دمشون گرم گوسفنده گل دوست دارم منم گل دوست دارم اوه مای گاد منم گل خیلی دوست دارم بس با با خب اگه گوسفندا که بکشیم بیرون کلا ببین بستگی داره گل آدما چیه من همیشه دوست دارم یه کانسالتیشن داشته باشم ببینم که مثلا هدف چیه مثلا خب شما مثلا میگی که هپی همین جوری که هستی خب این چیزه مثلا خب هپی با لایف استایل ولی بستگی داره همه چی به لایف استایل آدما و گلش ببین هپی ام ولی حتما دارم یه خورده دروغ میگم میفهمی خب یعنی اگه تو با من به من آپشن جادو بدی بگی میخوای این گوسفندی باشه که باشه یا مثلا تو خب obviously من تو رو انتخاب میکنم خب به خاطر اینکه زانوم درد میکنه به خاطر اینکه نمیدونم کمرم درد میکنه به خاطر اینکه داگ استایل یه وقت حال نمیده خب پس گولت چیه؟ الان مثلا top 3 goals تو فیتنس و هلث چیه؟ اگه ideal این بهترین گول ایندیکا بعد هایبرید و ساتیبا این ستا گول من پرفیکت خب مذهب میخوام واقعا گولم چیه؟ من گولم اینه که وزنم بره پایین که فشار رو تموم شه نمیخوام سیکس پکس فشار بشم نمیخوام خط بیفته از عضله ها میفهمم کار آسونی هم نیست ولی اصلا میگم دنبالش هم میتونم یه دوست داشتم ورزش سلامتی ورزش یه دوست داشتم ورزشکار بود خیلی بعد میگفتش که از کسایی متنفرم که میاد میگه من نمیخوام هیکلم مثل تو گنده بشه من 10 سال کار کردم و آمپول زدم و برده این خوردم شدم این تو نگران نباش ببین همش برمیگرده به لایف استایل آدم خب یعنی شما این چیزی که میخوای یه هلتی اکتیو لایف استایله و واسه این مثلا شاید همین مثلا گول تو برای اینکه گولت هم باید سپسیفیک باشه مثلا اگه همینجوری بگی من حالا میخوام یه لوز ویت بکنم چی این گول نیست این من میخوام باشم 102 کیلو باریکلا اینجوری مثلا میگی میخوام 20 پوند کم کنم یا 20 کیلو کم کنم تو 3 ماه 20 کیلو میخوام کم کنم تو 2 سال خب تو 2 سال پرفکت این یه چیز خیلی ایزیه که مثلا دیگه اون موقع میای میگی اوکی نیوتریشن هم این ترنینگ هم این مثلا میدونی خیلی چیز راحتیه بعد ترینینگ به نظر من حالا هرچی آدم سنش میره بالاتر میبینی که مهمتره واسه اینکه بدن خودشو نگه داره حتی آدمای سن بالا با وزنه ذره کار کنن بدنه نمیفته ماسلا نمیفته چون این جاذبه داره ما رو یواش یواش میکشه پایین وزنه که میزنی بدن خودشو نگه میداره کامبینیشن ویت ترینینگ و نیوتریشن این از آدم دست بزن این از آدم دست داره خوبه ببین این من نمیدونم واسه چه کاری بود خودش پروکار یکی نداره کلن دست راست داداش یه بعضی موقع هم سویچ کن The Stranger The Stranger این دست راستش پروکار خودش یه پروکار کوچیک داره
خب پس مثلا ماسل یعنی دمبل و وزنه تو سن بالاتر باعث میشه که فرم بدن تو یه خورده بهتر نگرده و متابولیزم تو میاره بالاتر، سوخت و ساز بدن میره بالاتر و بیشتر میشه. خب الان من بعد چه پروگرامی داشته باشم؟ غذا چقدر بخورم روزی؟ چند کالری؟ چه جوری من پروگرام میدی؟ ببین اینو دیگه باید دقیقاً میجرمنت تو بگیریم ببینیم چقدر درصد چربی بدن چقدره و مثلا اصلا نیوتریشن الان فکر کنم 50% رو رفت یادم. نه بابا شوخی میگم. نه بابا تو قدت بلنده. نه آخه ما گفتم ماسلمون زیر داری اتفاقاً. سو میدونی؟ ببین خدای من همین الان از کامپتیشنم تو الان خب رژیمم اگه مثلا 100 بود الان شده 30 خب؟ قشنگ میبینم ماسله هست ولی آب روش رفت، آب زیر پوستم رفته، چربی کم داره میگیره، مثلا پهلومونه خب چربی داره میگیره، برای همین اصلا فکر نکن غذای کافیه فقط یا ورزشه، باید جفتش با هم دیگه باشه. کدوم مهمتره؟ دایته؟ بله مخصوصا تو ویت لاس اصلا اوت سی ات لیست 70% نیوتریشنه. ات لیست همه آره. جو عجب‌سازی هم خودتو میگه اصلا هست. کلا نیوتریشن تو ترانسفورمیشن نیوتریشن یکی از بزرگترین رولا رو پلی میکنه، بقیه‌اش کانسیستنسی ترنینگه. یعنی مثلا شما همون مثل مثلا یوتیوب 3 روز هفته میذاری 3 روز هفته میذاری 4 روز هفته میذاری 4 روز هفته میذاری، هر کیم گلش فرق. من دوست دارم خودم ورزشو مثلا 5 روز هفته میرم، النازم دوست داره مثلا 5 روز هفته میاد، بعضیا میخوان 3 روز بیان. حالا هر روز کاردیوشو میره ولی مثلا به ترنینگشو حتی من باید بهش میگفتم کم باید بکن، یه روز رست میخواد بدنه. یعنی رست نمیکرد، همینجوری میمد میزد، میگفتم آقا مثلا لگز مثلا میزنی 72 ساعت میخواد که ریکاور کنه. ببین من وقتی حرفشو گوش کردم و غذام دو برابر شده و ورزشم کمتر بیشتر جواب گرفتم، یعنی خدایی میگم من قبلا مثل بوز میرفتم 7 روز هفته وزن بزن ورزش بزن غذا کم بخور اصلا هیچی، ولی 4 ماه واقعا غذامو دو برابر کردم، نه که غذا حالا پلو این مرغمو روغنو کم کردم، ولی با این که الان چیت میلم میکنم حالا کاردیو هم میرم با هم دیگه جمعش کردم. میدونی چی میگم؟ ولی غذا برای اطلاعات بیشتر لطفا مراجعه کن. خب الان برای کاری که میکنین پولی که در میارین چه پلنایی دارین برای آینده؟ چه ما میخوایم پلن کنیم پول درآوریم. چقدر ماهی در بیاری راضی؟ فقط الناس. من خدا شاهده میگم واقعا هیچ وقت به این موضوع فکر نکردم، فقط همیشه دوست داشتم دستم نداره کسی دراز بشه نه دنبال نمیدونم، ولی الان یه دونه قول جادو اومده میگه یه عدد انتخاب کن هر ماه بهت میدم. هر ماه؟ آره بخوام خفن باشم یا بخوام بخورم خفن خفن یه تو راضیه این میبین روزی که راضیه من با ماه مثلا 30,000 تا راضیه سی تا باشه دیگه. آره چون کارم هم میکنم و پولم هم در میارم، یه سی تا هم بنده خدا بده کی میگه شما بیستا بودم بسته تو یعنی اصلا تو حالا عده موزده دیگه هم قبول میکنی. ولی من خودم اخلاقای گن زیاد دارم خب، ولی یکی اخلاقای خوب اما که دوست دارم اینه که هیچ وقت میدونی اصلا دنبال مال و اینا نیست، فقط دوست دارم زندگیم بگذره، فقط میدونی حتی هدفم ندارم این کارو کنم یه دفعه احلاق. خوشحال واقعی هستی دیگه ایشالله ایشالله ناراحت نمونم. خودم خوشحال واقعی ولی بعضی وقتا هم بوده که واقعا لنگ بودم میدونی، واقعا دروغ چرا هر کی تو زندگیش اتفاق براش میفته. من چشم کج نیست بچه ها، دارم تو آینه سایل رو میبینم الان فهمیدم زاویه پایینه منم چشم خونده. خب پس آقا کسایی که چاقن غذا مهمترین چیزه، ولی من خودم به عنوان یه شخص چاق شبا رو نمیتونم کنترل کنم، یعنی از صبح که بالا میشم کنترل دارم تا هفت شب کنترل دستم میده، حیوانه تیک اوور میکنه عین وحشی، یعنی مثلا دارم چیپس خام جوری هم کس کشه چاق نخور، ولی آخه از صبح دارم گل میزنم. خب ببین حالا یکی از دلیلاش میتونه باشه که اتفاقا تو روز کالریت زیادی کمه، خب اتفاقا بعضی موقع آدم ها خودشون زیادی لیمیت میکنن، مثلا یه هو تو روز مثلا میگه یارو من اصلا هیچی نمیخورم، مثلا یه کافی میخوره مثلا با یه چیز کوچیک کل روز با اون میره،
شب بدنه دیگه احتیاج داره به اون کالری ها، میاد یه جوری میخواد برسونه. بیشترم اون موقع کاربز میخوری، نشاستت یعنی میره بالا، همین نمیدونم چیپس و پلو و اینجور چیزا آدم میخواد بخوره، یا دیگه مثلا میافتی رو پروتئین. تازه تو اینجور موقعیت بهترین چیز اینه که همون پروتئین و سالاد بخوری، یعنی مثلا شما شب حتی مثلا سالاد مثلا با نمیدونم تونا یا مثلا با سمن چیکن برست اینا بخوری اونقدر بد نیست. پلو مولو بخوری دیگه میدونی اون رفته چربی شده. پیتزا هم بس دیگه، پیتزا چیت میله در اصل، آنلس یه مثلا خودت هلتی تو خونه تین کراست درست کنی، مثلا روغن نداشته باشه، اینگریدینت هایی که میخوای بزنی، you know. ولی یه چیزی بهتون بگم، من زمانی که چاق بودم هر کی میگفت چاقی میگفتم اینا قنباده، اینا چاق من قنباد دارم واقعا. منم قنباد دارم، یعنی دلیلش اینا قنباده. او من همیشه میگم به همه، من همیشه به النا میگم، همیشه النا که میگه مثلا یو فد میگم نات فدام بیگ بون. آره من میگم این اصطلاحات بچه‌ها چاقه، خیالتون راحت خودم هم بودم پشتتونم. نه من چیزو میگفتم مال ساوت پارک یاد گرفتم، توی کاراکتر اریک توی ساوت پارک همیشه میگه، بهش میگم مثلا هی فد صحبت میگه ام نات فد ام بیگ بون، من یاد اون یاد گرفته بودم همیشه میگفتم. آره بیگ بون و بیگ سکین و اینا همه. پس شب اگه اینجور شد مثلا تو میگی یه سالاد باشه با مثلا چیزی که اونو بخور. آره نه. کسایی که میخوان لوز وید کنن دیگه مثلا بعد 7 8 شب سعی کنن که ادلیس نشاسته رو نخورن. ببین سهیل اگه باشه میره سالاد سزار میگیره روش پر از نون و سس. نه من اتفاقا گوش بده، من از این آدم که روز اول میرم نگاه میکنم میگم بدتر، یعنی بهترین سالادی که میتونی بخوری فقط براکلیه با وینیگر و اونو میخورم دو روز. فراز دوام میگم بابا این جهنمه، بذار مثلا یه کاوش اد کنیم. روز 40م همبرگر رو تو سالاد دارم درست میکنم، من میگم کاما هم بذار بزنم بهش دیگه. بسه من بابا اینجا پاتاق کیا هست؟ آره چجوری اینجا بده گردی؟ خیلی خب بابا من اینجا میزنم من تو نه. آره بابا من دالرستور اینجا هر روز اومدم اشاره بره گرفتیم، پتستوره اینجا دالرستور داریم، اینجا قشنگ پاتاق منه، من پیدا نکردم یه روز گم شدم اینجا منو میتونی پیدا کنی. بعد از خوانندگی هم میکنی شما درست میگم؟ چند وقت این کار خوانندگی رو میکنی؟ ببین من 2015 توی بند امپایر 11 بودم که دیگه خب تو مارکت ایران مثلا پارتنرم فارسی میخونه، انگلیسی میخوندم و چند تا ترک دادیم رادیو جوان و اینا، اون موقع پخش شد. بعد دیگه از 2018 من سولو دارم خودم تو مارکت اینجا انگلیسی کار میکنم. اوه نایس. چند تا فالوور فیک خریدی؟ فالوور فیک نخریدم. برای همین پیجم نسبت به پیجای دیگه خیلی خیلی معلوس و پایینه. من 2000 تا خریدم. نه مجبور بودم. اتفاقی که افتاده بود رسیدم رفتم بالای 10000 تا فالوور. مثلا 14. بعد هر وقت یه استوری می‌ذاشتم 100 دفعه من آنفالو می‌کردن. میتونستم بگم که الناز جون یکی از دخترای خوب که مسابقه بردن 100 تا می‌افتاد. الناز یکی از من خوشم میاد گوره پدر الناز 100 تا می‌افتادن. آقا الناز رو بخیر کیا می‌افتادن. سلام بچه ها روزتون خوبه میافتادن بچه ها فلان ننتون میافتادن ای بابا بس از این جاده شما استوری بذارم بعد ریخ 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 رسید به 10200 بعد 10000 بیاد پایین اکانت از 10000 تا آره تا اینجا ریال بود همش آره آخه ریال ها چرا اینقدر سر میری نه طول کشید 6 ماه مثلا تو 6 ماه هر دفعه من استوری میذاشتم میریخ بعد الگوریتم های رستا چون همش عوض میشه واقعا همینجوریه یه دفعه میبینی میریزه یا یه دفعه مثلا آپدیت میشه پیجایی که فعال نیستن زیاد از فالوورات حذف میشه آره بعد من چیز کردم دیگه بعد من اونجا دو تا خریدم که نیاد زیر 10 تا بعد دیگه با سپه سیویل وار درست کردیم یه رف رو 20 و فلان بعد دیگه شروع کردم ریلزای خودم رو آپلود کردن خودم آقا ما که داریم کانتنت درست میکنیم بذار این شورتشو بذار آپلود کنم که چقدر باحال اون ریلزا که الان اون ماه پیش 3 میلیون و 200 ریچ داشتم نایس یعنی عددش خوبه به. آره آفیش خوبه باری کلا روزی هم 100 تا 200 داره میره بالا هر روز فعالیت آره هر روز دارم میزنم هر روز تو بیا دارم میزنم ای بل دمت کم با این کانسیستنسی خب من اگر دیگه چیزی داری راجع به میوزیکت به ما بگو راجع به بدنسازی داری به ما بگو آره ببین همین از 2018 دیگه سولو دارم کار میکنم فقط هم انگلیسی دارم میخونم مارکتینگ اوه فقط انگلیسی آره با دو سه تا آرتیست کار کردم مثلا با فرنچ آرتیست کلابریشن زدم با اسپانیش آرتیست یو نو مثلا چند تا کلابریشن های اینترنشنال باهات زدیم
حالا یکی دوتا ترک خیلی بومبم تو راه با بچه ها که میشه یکی از ترکاتو بفرستی اینجا پخش کنی؟ Of course, sure. حتما واسهت میفرستم. پس یه ترکاتو که بسید حالا هر جاها شد خود میگی دوست داری که با حالا بگم که اینجا بزنیم که بچه ها باشن هر کسی نمیشه آشنا شه اینستاگرامت هم میذارم تو دسکریپشن. دمت گرم. و یادتون باشه من بهتون چی قول دادم؟ من به دول دول همه بچه های معروف دست دادم ولی به این دست ندادم. آیا؟ این معروف نیست منو یه شیعه ایش دستم یادم دولتو میبوسم دول بوستون دست بوستون یه اپیزود با سفه درست کردیم گفتش که پنو تشکر داریم دست بوستم دول بوستم بده بخورم دول بابا تو فلان ننم بعد این چارت میگفت این نسبت مثلا میگه کسی بهت کلیه بده نمیتونی بهت بگم آقا دولتو میبوسم میگه نه فایده نداره دیگه میگه بابات فلان ننم در من این هر وقت به حکمی هم خیلی خوشحال میشه اون واقعا هم راست دیگه این یور سول تو turn on my homework یعنی چی؟ تو که خیلی من انگلیسی خوبه من انگلیسی خوبه شما میدونی؟ ترنان من کلا تو خود ترنان ترنان یارو برای دوست میگه ترنان مای ورک مای هوم ورک ترنان مای هوم ورک تکلیف هم روشن کنم نایز هم خیلی خوبه حالا الناز هم یکی داره وسط I'm the small version of you کوچیکه تا سوالم بگو آره من هم که دیگه میگم in your soul تو روحه یکی دیگه من دارم flower to the corner of your beauty گل تو گوشه وجوده تو روحه تو flower to the corner of your beauty گل تو گوشه زیبایی گلی گوشه جمالت گلی گوشه وای اینم یه واقعا تا برنامه بعد به اصطلاحات انگیزشی دیگر بابا سکل خود خداحافظ من اوج میخوام خدا بازی کنم Love you guys دمتون گرم خیلی خوشحال شدم من دمتون گرم مرسی که واقعا اومدی ممنونتم خیلی خوش گذشت اینشالله که بعد اومدی تورنتو یه بازی مشتی بود آره بازی که جریمه داره بابا بابا امیدوارم که لباسان رو در بیارم چون من همیشه دوستم به بازم سریم Of course چاک سچه